جهاد و دفاع. تلاش برای پیشبرد اسلام و مبارزه با کسانی که از پذیرش آن سر باز زده اند جهاد نام دارد. جهاد دارای تاکتیک ها و شیوه های به خصوصی است که تنها به دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان وی که از هر گونه لغزش و اشتباه در امان هستند عملی می گردد و به زمان حضور معصوم علیه السلام اختصاص دارد و در زمان ما که عصر غیبت است واجب نیست. ولی نوع دیگر مبارزه با دشمنان که دفاع نام دارد حق مسلم همه افرادی است که در هر زمان و مکان مورد هجوم دشمنان قرار گرفته اند یا آیین و مذهبشان در خطر است. در این صورت واجب است برای حفظ جان و آیین خود با دشمنان بجنگند و زمینه اصلاح جامعه و کمال افراد انسانی را فراهم آورند. اگر دشمن بر کشورهای اسلامی هجوم آورد یا نقشه تسلط اقتصادی، سیاسی یا نظامی بر مسلمانان را داشته باشد، بر همه مسلمانان واجب است هر گونه که بتوانند در مقابل هجوم دشمنان بایستند و با نقشه های آنان مخالفت کنند. جان و مال مسلمانان محترم است و چنانچه کسی بر انسان یا افرادی که وابسته به وی هستند حمله کند، دفاع و جلوگیری از او واجب است، هرچند منجر به قتل مهاجم شود. در این زمان که مسائل نظامی پیشرفت بسیاری کرده و دشمنان اسلام به انواع سلاح‌های پیشرفته مجهز شده اند، دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی بدون فراگیری فنون نظامی ممکن نیست و از آنجا که دفاع نیز بدون آموزش نظامی امکان ندارد، بر تمام افرادی که توانایی و قدرت یادگیری آن را دارند و احتمال می رود که به شرکت آنها در جبهه دفاع از اسلام نیاز باشد، واجب است که آموزش نظامی ببینند. البته این آموزش اختصاصی به زمان جنگ و درگیری ندارد، بلکه در هر حال افراد زیادی باید برای جلوگیری از هجوم احتمالی دشمن با آمادگی کامل رزمی در مرزهای کشور حاضر باشند و گروه دیگر برای مبارزه با دشمن داخلی و تبهکاران اقدام کنند. بنابراین بر تمام افرادی که توانایی دارند لازم است که این خدمت مقدس را انجام دهند.